برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسس فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با ادامه فعالیت های خود روزانه هزاران وعده غذایی را برای آوارگان در چندین مرکز اهدایی آماده و توزیع می کند. گفتنی است از آغاز جنگ مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با ایجاد آشپزخانه های امدادی 3 وعده غذایی را در هر روز برای خانواده ها و افراد نیازمند در جنوب لبنان فراهم کرده است. صاحب الکشوان مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام ضمن تقدیر از تلاش های شجاعانه کارکنان و داوطلبان از حمایت‌های تمامی افراد و نهادهایی که در این پروژه انسان دوستانه مشارکت کردند قدردانی کرد. وی در ادامه این اقدام‌ها را نشان دهنده همبستگی و تعهد مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در خدمت رسانی به خانواده‌های آسیب دیده از بحران اخیر در لبنان دانست. فرماندهی مرکزی آمریکا از کشته شدن علاوی صالح الیوی الجباری معروف به ابو عیسی سرکرده گروه داعش در عملیاتی مشترک با نیروهای عراق خبر داد. این عملیات در 14 اکتبر در شمال عراق انجام شد و به هلاکت 4 عضو دیگر داعش نیز منجر شد. این اقدام در راستای تلاش‌های مشترک برای مقابله با تروریسم است. دفتر یوناما با نگرانی از تیراندازی به شهروندان افغانستانی در مرز ایران خواستار تحقیقات شفاف شد. گزارش ها از کشته یا زخمی شدن بیش از 200 پناهجوی افغانستانی در منطقه کلگان سراوان خبر می دهند. عفو بین الملل این واقعه را وحشتناک توصیف کرده و خواستار بررسی بی‌طرفانه است، در حالی که مقام های ایران این رویداد را تکذیب کردند.